خوابید. منم میخواستم بهش سر بزنم. چطوره؟ طبق معمول گریه با بستنی. اونا که مدتی بود دوا نمی کردن. این یکی دیگه خیلی بده. مشکلی نیست بابا. بالاخره حلش میکنن. حلش میکنن، اما خب قضیه جدی شده. هر روز یه مشکل جدید قرار پیدا کنن. خدا آخرشو بخیر. به آخرش فکر نکن پسرمو. زندگی کوتاهه. ببین پرواز میکنی میری. تو خوبی؟ سندروم کاسیم دیگه. من اونو یادم رفته بود. وارد کاسیم شدیم. آره؟ آره همینطوره. کاسیم شد. برنامه ای داری؟ همون برنامه همیشگی. میریم لب اون دره، دریا رو نگاه میکنیم و تعریف میکنیم. گوش کن، شاید این بار برای مادرت از ازگی تعریف کردی. شاید. قصه نخورده داشت. واسه اولین بار میخوای در مورد یه دختر به مادرت بگی. کجاش بدی؟ آره انگار بدم نیست. آره بابا خیلی هم خوبه. اصلا بد نیست. اتفاقا مادرت خوشحالم میشه. آره خوشحال میشه. سلام، من مادر دنیا هستم. این پیامو میدم چون دخترم الان خیلی ناراحته. لطفاً این صدایی که میفرستم براتون رو گوش بدین آقای دنیز. بعدش هم به دوست دخترتون بگین دیگه نباید اشک دختر منو در بیاره. ازگی، دوست پسرتو خیلی پسر خوبیه و خیلی بهت اهمیت میده. چرا به جای اینکه با من سر کله بزنی از رابطت لذت نمیبری؟ چون که جناب عالی میره دوست پسر منو بغل میکنی، بعدش هم هیچ کس نمیاد بگه دلیل اون کارتون چی بود. کدوم بغل کردن؟ پس بیشتر از یه بار بوده؟ ازگی دیوونه نباش. من دیوونه؟ تو میری پیشش، براش مظلوم نمایی میکنی، حرفای علکی بهش میزنی، بعد اون وقت میاد بغلت میکنه، اون موقع من دیوونه شدم. آره؟ نمیفهمم چی میگی دخترم. من این حرفا رو اصلا باور نمیکنم. خدا میدونه دیگه چه دروغایی بهش گفتی. فهمیدی؟ دنیا، از دنیز فاصله بگیر، وگرنه. فکر نکنم بتونم مادرمو خوشحال کنم. آدم، آدم، هی آدم، او چه خبره؟ آبجو دفنه چطوری؟ خوبم آدم، تو چطوری؟ هیچی، منم خوبم، همینجوری میچرخم. آی آدم، چرا وانمود میکنی چیزی نشده؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ چی کار میکنم؟ اون چیزو... آره سوال درستی پرسیدی آدم جون. ای بابا گوش کن، تو میخوای منو بازی بدی؟ عزیزم نمیتونی منو بازی بدی. میدونی چرا؟ چون من خودم استای این کارامو به همه درسشو میدم. فهمیدی؟ زود باش بگو ببینم چی شده. باشه بهت میگم. عشق زندگیمو پیدا کردم. از وقتی دیدمش دنیام روشن شده. وقتی همه چی کنار هم معنا پیدا میکنن، خیلی چیزا معناشون از دست میدن. بعدشم با خودم گفتم که آدم، تو تا امروز چطور زندگی کردی پسر؟ آدم جون، پسر تو چه بقید ساده ای ها؟ حرفات خیلی قشنگه، ولی چرا جلوی چشم داداش طوفانم این کارو میکنی؟ یکم برو اون طرفتر. نفهمیدم جونم، دارم میگم اگه داداش طوفان تو رو اینجا ببینه خفت میکنه. اگرم خفت کنه دیگه تو به عشقت نمیرسی. فهمیدی؟ خیلی حیف میشه. میگم راستی آدم، تو واقعا حرفایی که در مورد حبیب زدی جدی بود؟ آخه اون دختر یکم... ای بابا، نرمال نیست دیگه. نه که من خیلی نرمالم. آیا حق با توه؟ اونم هستم.
هست و برای همین دیشب که من زنگ زدم سریع اومدی، چون تو اینجا بودی. آره یعنی از دیشب همینجا بودی؟ من همیشه همینجا هم. همینجا، باور کن. باشه آدم، من میرم سر کار، تو هم زیاد اینجا نمون چون ممکنه داداشم تو رو ببینه. فعلا. دختر دیوونه. صبح بخیر. صبح بخیر عزیزم. صبح بخیر پسرم. یاشیم کجاست؟ یکم پیش رفت. خوب بود؟ ای بگی نگی، اینقدر گریه کرده بود چشماش پف داشت. امروز فقط تو خوبی. دنیزم خیلی خوشحال نبود. بله دیگه، چیزی به سالگرد پدر مادرش نمونده. میرم دراز بکشم. بابا بزرگ خوبی؟ آره پسرم خوبه. درد که نداری؟ نه، یکم راحتم بذاری. بچه‌ی بیچاره من، الهی بمیرم براتون. جز پدر بزرگتون هیچ کس نداری. بس دیگه آبجی مفتون، دوباره شروع نکنم. چرا شروع نکنم یالینجا؟ از لذت مادر محروم شدی. برای تو که جز یه جعبه خالی چیزی نمود. اون یکی هم که آبجی مفتون، از اون جعبه که به دفنه حرفی نزدی نه؟ آره؟ چی کار کردی دفنه؟ صبح بخیر لوس‌ترین عروس دنیا. صبح بخیر نشده دفنه. چی نشده یاشین؟ نشده دفنه، نشده. سینا امروز صبح اصلا واسم هیچ پیام
صبح بخیر نیوورد. من بعد دیروز کامل بدون پیام صبح بخیر بمونم. آی الهی بمیرم برات. آی عزیزم اما غصه نخور. ببین صبح ماشین داداشم جلوی در نبود. مطمئنم اون تا صبح رفته برای ماهیگیری. ولی امروز صبح که میتونست بیاد. خب حالا تو بذار پای کله شق بودنش دیگه. اون کله شقش خودم میشکنم. آخ دفنه چیه؟ من خیلی دلم واسش تنگ شده. آی الان یکم بهتر شدی یا شیم جون؟ آره تو که اومدی پیشم خیلی بهتر شدم. آی خیلی خوشحالم هستی دفنه. آی منم خوشحالم که تو هستی یا شیم جون. باید یه چیزی بهت بگم. بگو دفنه جون. یا شیم جون من یه کاری کردم. صبح بخیر دخترم. صبح بخیر کله چوبی من. صبح بخیر به حتی تو هم اومدی. صبح بخیر گفتی ولی خبری از سینا نیست. بس کن دیگه یاشیم، اون نامزد دیوونه تو نمیتونه بدون تو بمونه. اگه صبح نیومده تا شب خودشو میرسونه. میاد مگه نه؟ آره میاد، به نظر منم میاد. آره بیا دفنه باید. آی یالین کجا میریم؟ صبر کن. نمیتونم صبر کنم. یاشم جون بعدن میبینمت. به سینا سلام برسون. اولی دفنه میخواست یه چیزی بهم بگه. بعدن میگه. ما باید الان بریم. آی 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 من فده اون عشق تو بشم آخه. آی چقدر بامزه. برین از عشقتون لذت ببرین. آخه یالین چی کار میکنی؟ کجا داری؟ سورپرایز. حداقل یه سر نخ بده. دارم میگم سورپرایز دفنه، نمیتونم بگم. همینقدر میگم که دارم میدوستمت. اما اینطوری که نمیشه. ظرفیت دوزیده شدن این ما هم دیگه پر شده. خسته شدم از بس منو دوزیدن. بابا دور زمون عوض شده. شما چرا اصلا عوض نمیشین؟ آی لجباز. همینطور احمق. دفنه چرا اینو واسه من آورده؟ آی عزیزم فهمیده که من خیلی خیلی حالم بده. حسابی قصه خوردم واسه همونه. بس لابد میخواسته همینو به هم بگه دیگه عزیزم. سلماس میشه بیای اتاقم؟ آیا اگه اون داداش احمقم دفنه رو با خودش نمی برد بیرون ما الان با هم دیگه می رفتیم. خیلی چه وقت رومانتیک بازی بود پسر یه روانی. ای بابا ولش کن. خب من الان اول میرم سمینار. اینطوری دو سه تا نفس درمانی میرم، سه چهار تا هم درس یوگا میرم، شاید یکم بهتر شم. مگه نه سلماس جون؟ آره خوب میشم سلماس جونم. من دارم میرم. اگه یه وقت
این سینا یه گاو میش زنگ زد، تو بهش بگو که واسه اینکه بتونه ریخت تو رو تحمل کنه رفته نفس درمانی که یه ذره حالش جا بیاد باشه. های میخواین بهش بگم زود برمیگردین؟ سلماس هرچی من گفتم همونو بهش میگی باشه؟ باشه عزیزم. دنیز اینجا حرف زنیم یا داخل؟ چیزی خوش اومدی؟ صبحونه خوردی؟ چرا این کارو کردی اسکی؟ دنیا خانم به گوشتون رسونده هنره؟ کی بهت گفت؟ صبح که رفته بودی آرومش کنی؟ نه پس بیشتر از یه بار بود. اسکی دیوونه نباش. من دیوونه؟ ماره؟ تو میری پیش اون مظلوم نمایی میکنی، حرفای علکی بهش میزنی، اونم میاد بعدش تو رو بغل میکنه، اون وقت این وسط من دیوونه؟ ماره؟ دخترشون من حرفای تو رو باور نمیکنم. تا میدونه چه دروغای دیگه ای رفتی بهش گفتی. دنیا از دنیز فاصله بگیر، وگرنه صدام هم ضبط کرده و برای تو فرستاده. غیر از اون سناریوی مزخرفی که تو ذهنت هست به هیچی فکر نمی کنی؟ نه حتی به این فکر نمی کنی که این صدا رو دنیا نفرستاده؟ پس کار کی میتونه باشه دنیز؟ مامانش فرستاده. بی خبر از دنیا. یادته دیروز ازم پرسیدی حد و حدود چقدره؟ بهت گفتم وقتش که برسه بهت میگم. وقتش همین الان اسکی. عشق ایرلک ایرلک alışkanlıktı da hala kalem elde kalpte aynı terane her seferinde. İşin enteresan tarafı yersiz saplantısı. Akıl uzakta ne mümkün gelmez hizaya. Bir sendim bir senden uzakta. Yalan söyledim hiç gitmedim daha. Bir durup baksan aslında sen arkana yükselir daha. Ne kadar barışsam da kendimle İstanbul'a. O bana kızgın ben ona. Taklar bir çareyim aslında. Yoktu çaresi bilirim bizim aşk masalında. Ayrılık alışkanlıktı da hala kalem elde kalpte aynı terane her seferinde. İşin enteresan tarafı yersiz saplantısı. Akıl uzakta ne mümkün gelmez hizaya. Bir sendim bir senden uzakta. Yalan söyledim hiç gitmedim daha. Bir durup baksan aslında sen arkana yükselir daha.
çalışsam da kendimle İstanbul'a. O bana kızgın, ben ona küskün hala. Ara ara uğruyor ataklar, biçareyim aslında. Yoktu çaresi bilirim bizim aşk kitabında. Ara خودشه. حالا شروع میکنیم. برو یوشیم. سلام. سلام. من میخوام وارد سمینار روابط عاطفی بشم. بله خانم، لطفاً این فرمو پر کنین عزیزم. بله. روابط عاطفی که خراب شدن تاثیر میذاره دیگه. خب بستگی به انتظار خودت. آره راستش من انتظار خیلی چیزا رو دارم. هم درد رابطه، هم درد جدایی. خب اگه راستش بخوای، یعنی که یعنی اینجوری بگم، یعنی وقتی که انگشتاتو در میاری پرت میکنی تو صورتش، نه اینطوری نمیشه. بذار واضح بگم، اون پسر گاوی که در واقع نامزد منه، لباس عروسی که من انتخاب کرده بودم رو دیگه دقیق این کارو میکنه. وقتی تو باشی این کارو میکنی، نه لباس عروس منه، من روسی منه، منم یه قاطی کردم سرش داد زدم. انگشترمو برداشتم چین پرت کردم تو صورتش. البته همشو برد نکردم، نصفشو. ببینید یکی هنوز دستمه، قشنگه نه؟ میتونین داخل منتظر باشین. به نظرت برم نه؟ آخه الان با تو صحبت کردم سبکتر شدم. بذار ببینم سبکتر شدم یا نه، بذار فکر کنم. نه زیاد سبک نشدم. میگم بهتره برم تو برم اون تو یکم چیز کنم. رفتم. میشه این خود کنم ببرم دیگه؟ مقدر پس. تو زندگی همه ما پنجره هایی هستن که رو به دنیا هامون باز میشن. حتی اگه اتاق داخلی و مشترک استفاده کنیم، مناظرمون متفاوتن. تو مزهی گل خشخاشو میبینی، اما اون سختای سخت رو میبینه. درسته که هر دوش فوق‌العاده. بیا دیگه بیا. هر دوشون به نوبه خودشون تکه‌ای از بهشتن. و حالا ما نمیتونیم گل خشخاشو با صخره مقایسه کنیم. اما اگه بین اون صخره ها بتونیم خشخاشو بذاریم، اون موقع دیگه همه چی بی‌نظیر میشه. خیلی متفاوته. و عشق پیروز میشه. بی‌نظیر میشه. فکر کنم چه رابطه است. این که اگه میشه دوست داشتن و با کلمات وصفش کرد، میگفتم هدف زندگی عشق. اگه بدونی چه حرفایی زدم. هدف اصلی زندگی در واقع نقطه شروع هر چیزیه. خب حالا ما چطور میتونیم به این دوست داشتن برسیم؟ چطور میتونیم این موهبتی که کائنات بهمون هدیه کرده رو ازش استفاده کنیم؟ باید اول خودمون رو دوست داشته باشیم دوستان. چیزی نیست. اون چیز مشهدی که طبیعت به ما داده با لذت میتونیم. ببخشید. اگه خودمون رو دوست داشته باشیم، به راحتی میتونیم اطرافیانمون هم دوست داشته باشیم. به همین راحتی. خدایم. باورم نمیشه. ببخشید. ای دیدی تو خانونه چطوره نگاه کرد؟ ای شوکش، گفتم حالا میاد بارو میزنه بابا. درست اون لحظه ای که داشت از دوست داشتن میگفت. ای اینجا ای ببخش. ای دلم درد گرفت. ای برنامه دیگه ندارم، میخواییم بریم. راستش عزیز دلم، اینجا بهترین جایی که میشه رفت همون کافه‌ای که اونجاست. چایی های فوق العاده داره. بیا بریم با هم یه چایی بخوریم. باشه.
بریم بریم عاشق خریدیم مالی بود. میگم یلین تو هم خوب عادت کردی، نمیشه که تو هر فرصتی آدم بیاد خونه باق به سر خوب. چرا دفنه؟ همچین قانونی هست؟ خب مسلمن نه، اما آخه باید کار کنیم، برادری حساس من هستن. تو هم که ماشالله انگار جیگر خوردی، دل و جرأت زیاد شده. دفنه رسیدیم خونه باق، نمیخوای پیاده بشی؟ آره درسته، پس بهتره من ساکت بشم و پیاده شم. میدونم برات سخته. جونم دفنه، میخوای همینجا بمونی؟ نه، میخوام سورپرایزت کنم. غذا که آماده نیست، سورپرایزمون یه غذای رومانتیک نیست. نه دختر دیوونه، یه غذای رومانتیک نیست. تولدم هم که نیست، پس دوستام هم داخل نیستن، درسته؟ نه. واسم ادامه بدم یا به هم میگی سورپرایز چیه؟ همینجا بمون. خیلی خوب، باید یکم فکر کنم. خب حالا این یالین خیلی کله شقه، پس این یعنی چی؟ یعنی اینکه یه سورپرایز رومانتیک باشه خیلی سخته. البته از وقتی که عاشقم شده یکم تغییر کرده، پس یعنی میتونه رومانتیکم باشه. آی یعنی چیه؟ کاش حداقل یه جای بهتر قایمش میکردی. آی خیلی ممنونم نوش جونت. من هنوز خودم رو معرفی نکردم. من یاشیمم، یاشیم آراز.
از سورپرایز خوشتون اومد؟ منم از سورپرایز تو اصلا خوشم نیومد. ببین دفنه، بهم بگو که دنبال مادرم نیستی. زود باش، بگو این کارو نکردم. چون اگه این کارو کرده باشی، اگه باهاش رو در رو بشم، منو از دست میدی. اسمت یادت رفته باشه. خیلی خوشبختم یاشیم جون. اسم من دیلکه. منم خیلی خوشبخت شدم دیلک خانم. دست من عصبانی شدی؟ چطور؟ چون جبر رو پیدا کردم. یک اما خیلی عصبانی نشدم. چرا خیلی عصبانی نشدی؟ اگه کس دیگه ای بود عصبانی می شدم. اما چی؟ تو که برای من کس دیگه ای نیستی. واقعا نیستم. نیستی. اینو هیچ وقت فراموش نکن. من کس دیگه نیستم. باشه، فراموش نمی کنم. قول میدی؟ قول میدم. ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.